نیویورک از آن شهرهایی است که نمایندگان اکثر ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف را از سراسر جهان در خود جای داده است. بیشتر هموطنان ما نیز این شهر را در آمریکا برای خود مکان اساسی زندگانی و تحصیل انتخاب کردند. تعداد تاجیکان اینجا علاقه مرز 1000 نفر را عبور کرده است. کار و تحصیل و زندگی در آمریکا آسان نیست. از این رو در یک وقت و مکان به هم آوردن تاجیکان مقیم این کشور نیز خیلی کم اتفاق می‌افتد. اما تجلیل از فرارسی سال نو اجداد نوروز سال یک مرتبه اکثر هموطنان ما را از تمام گوشه و کنار ایالات متحده آمریکا به هم می‌آورد. مجدان از ریوه و فیضی نورولایف علاقه سال دویم است که تشبسکاری برگزاری نوروز تاجیکان نیویورکند. امسال نیست چون سال گذشته آنها توانستند مکان برهوای را انتخاب نموده تعداد زیادی از هموطنان ما را گرد خانه نوروزی جمع آورند. امروز نوروزی را باز یک سال دیگر ما یک جایگی با مردم مقیمین امریکا جشن میگیریم. در اینجا تاجیکان از تمام شتاتها جمع آمدند و خیلی باعث افتخار و خرسندی است که تا حال هم عرف و عادت خود را گم نکرده ایم و نوروز هم یک سبب می شود که هر سال ما را یک جای سرجم می آورد و ما خرسند هستیم که می توانیم همین چورابینی را تشکیل کنیم و مردم را سرجم بیاریم. ما منت داریم از خلق تاجیکمان که در همین جا عمر به سر می برند ولی حسی وطنوسی خود را گم نکردند. و من میخواستم از سفارتخانه تاجیکستان در شتاتهای متحده آمریکا نیز سپاسگزاری را خود را به آنها بیان نمایم، زیرا که چندین معرکه های نوروزی است که اومده ما را دستگیری میکنند. هر دفعه میپرسند چی کمک لازم است، ما چخیل میتوانیم و شما را دستگیری کنیم و نوابسته از سرکوریشان اومده در اینجا اشتراک میکنند و این هم مردم میبینند همه این را و آنها فخر میکنند، خرسند میشند که نماینده دولتی آنها، نماینده وطنی آنها در اینجا هست، حضور دارد و یعنی این هم حرمت نسبت به مردم است. با سومانه کام شیرین کردن و چشیدن طعم طعام‌های نوروزی و دیگر خوراک‌های ملی در آمریکا برای اکثریت شاید سال یک بار میسر گردد. این هم باشد هنگام تجلیل از جشن اجداد نوروز است. از این رو تشبسکاران کوشش نمودند تا این احساسات امسال نیز ناتکرار باشد. در صحن حولی مکان برگزاری جشن نوروز آش پلو هم آماده کرده شد و سمبوسه و کباب هم. ما Уши полов на улице мы сделали так, чтобы все было как современное чуть-чуть, но с восточным колоритом. Потому что мы живем в современном мире, но все равно не забываем свою историю. И мы стараемся, чтобы мы, не только мы, а наши дети здесь растут, и чтобы они даже говоря на английском, живя в Америке, они не забывали, что мы, кто мы есть и какая у нас есть история. Вы можете увидеть детей, которые одеты в национальные одежды, что это радует очень. Эти дети, многие родились здесь и выросли здесь, но они одевают национальную одежду, что это очень радует. در گوشه از تالار برگزاری جشن نوروز، هنرهای ملی، سوزنی و لباس و تاقیهای چکن و گلدوزی و دیگر محصول دستان بانوان هنرمند تاجیک به نمایش گذاشته شد. طور اشتراکچیان چارابینی میگویند نوروز جشن است که نه تنها خود خماری وطن میشکنند، بلکه احساس وطن دوستی و افتخار از فرهنگ ملی را به فرزندان نیز تبلیغ میکنند. در تاجیکستان این وطن است، بوی وطن است، خاک وطن است. نوروز دیگر خیلی میگذرد، لیکن این جشن را تشکیل کنندگان این محفل تا همین درجه تشکیل کردند که ما حس نکنیم که بیرون از وطن هستیم. با یک درجه آورده رساندند که در داخل همین طرفخانه در گرد همشهری های خودمون، در گرد مردم آسیای مرکزی خودمون تماما حس نکرده استاده ایم که ما در امریکا هستیم. مردم میخواهد این ادراک قید کند. از طرف حکومت شهر نیویورک هم دستگیری هست. تشکر به سفارتخانه جمهوری تاجیکستان در امریکا که دستگیری میکنند. تشکر به تشکیل کنندگان این محفل، به مجده و فیضی. پیش از همه مقصد ما نشان دادن به فرزند، به نسل نوروز چگونه ما فرهنگ داریم، چگونه نوروز رو قید میکنیم. بله، ما میخواهیم که فرزندان ما
همین جشن نوروز رو از یاد نبرورن. شنیدن سرود ملی در خارج از کشور نه تنها برای ورزشگران خوشایند و رمز پیروزی است، بلکه در نهاد هر تاجیک و تاجیکستانی احساسات تصورناپذیری را بیدار می‌سازد. این است که هر اشتراکچی بزم نوروزی مصرع‌های از این سرود افتخارانگیز را با حس بلند خودشناسی و زبان می‌آورد و با افتخار به پرچم دولتی می‌نگریست. فرهاد سلیم، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا، حاضرین را از نام حکومت کشور با فرارسی جشن نوروز فرخنده‌پی تبریک نموده، از تلاش‌های سازنده حکومت مملکت در سمت احیای رسم و آیین‌های ملی و بزرگداشت فرهنگ نیاگان یادآور شد. برای ما جشن بین‌المللی نوروز فصل بهار احیای طبیعت را به شما تبریک می‌گویم. بزم نوروز تاجیکان مقیم آمریکا در شهر نیویورک با رقص و سرودهای دلانگیز تاجیکی ادامه یافت. دسته‌های رقصی و آوازخوان‌های تاجیکی مقیم این کشور با هنرنمایی خود تنتنه نوروزی را شکوهی دیگر بخشیدند. از شکر زیاد نعمت کم نشود، از حاصل ناشکری بجود غم نشود. هر لحظه عمر خود غنیمت بشمار، آبی که بریخت بر زمین جمع نشود. ما هر یک لحظه که در این امریکا هستیم با یاد دیار و با یاد خوشی و خورسندی هستیم و جمع شده رقص و بازی و سرودخوانی در وصف وطن و نوروزی کردیم. امروز بسیار زیبا گذشت. خانه آن هستم که این نوروز در خاندان هر یک مردم ما خوشبختی ها خوشروزی ها بیارد. صبحی درخشان گل جیل و نمایم. گل‌های دوشنبه هنرپیشه محبوب کشور مغفرت همراخولا و اهل تالار را به سیر زیبایی‌های وطن برد. آوازخوان محبوب انسمبل گلشن که حالا مقیم آمریکاست، در جشن نوروزی امساله هموطنان مهمان خاصه محسوب می‌یافت. Очень понравился Навруз. В этом году мы отметили очень хорошо. Все так получилось, все празднично. Много людей пришло. Очень красиво одеты, в национальной одежде. И, ну, какой-то необычный был, потому что все были с улыбками на лице. Чувствуется, что у всех складывается все хорошо. Это ощущается. В зале такая была очень хорошая обстановка, душевная. И танцевали много. И мне очень понравилось. И запомнится, наверное, надолго вот этот вот Навруз. Потому что зал был хороший, публика теплая, встречали, любви много. Я получила ответно вот от зрительского зала. Детишек много было. В общем, мне понравилось. بازی‌های گوناگون میان اشتراکچیان از جزئیات دیگر جشن نوروز امساله بود. دستندرکاران به غالبان تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم نمودند. سرور تاجیکستانیان مقیم آمریکا را حد و کنار نبود. جشن نوروز برای آنها فرصت به شمار می رفت که همگی رو داری روزگار را یک سو گذاشته، یک روز با یاد وطن باشند و زیر سرود و ترانه های تاجیکانه رقص و شادمانی نمایند.